در تاجیکستان طرح نوی قانون در بررسی است که طبق آن به ساکنان امکان داده می شود به کودک در اساس نام بابای او نسب گذارند. شهزاد محمدیف می خواهد نام پدری خود را به فرزندانش نسب گذارد، اما هرگاه در اداره ثبت اسناد حالت شهروندی درخواست او را رد می کنند. طبق قانون گذاری همین چیز اجازت نبود است. حاضر نام بابای من و فرزندان موندگیف همچون فامیلیا همچون سال تا سال رفتن گیرد، اگر هم خیلی نام پدری ما فراموش میکنند. این هیچ ناممکن است. چرا پدرای ما نام پدرشون را گرفتند؟ مثلا نام پدری من در فامیلی ما اومد. من هم میدونم که بابای ما که. مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند مراجعات ساکنان در این مسئله زیاد است. حتی در چند سال اخیر این موضوع باعث جنجال و نفهمی بین ساکنان و کارمندان اداره های سحر هم شده است. ما به شهروندان میفهمونیم که همین ممکن است از نام پدر، چرا که قانون گفته است از ریشه نام پدر، نامگذاری کرده شود. وقتی که شهروند نمیخواهد، بسیار وقت هم جنجال هم میشود بین همین شهروندان که ما میخواهیم همین را گذارید. مسئولین کمیته زبان هم سال 2017 در پی یک سنجش خود در اداره های سحش این مشکل را مشاهده کردند و به وزارت عدلیه پیشنهاد شد تا نسب گذاری بر اساس نام بابا معین نشود. درخواست نسب بابایی در حجت های رسمی تا امروز تنها مشکل ساکنان در پشت اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی نبود. بسیاری از ساکنان در این چند سال اخیر بعد شروع معرکه عوض‌کنی نام از شکل روسی به تاجیکی و تغییر یافتن ترتیب نام و نسب گذاری مجبور شدند چند مرتبه سندهای خود را تغییر دهند. بچه‌ای که همین زاده هستند بسیار در همین مسئله دکومنت کردن بسیار سخت گویم که ناراحت هستند، برای که ما اگر یک جو داریم برای یک دکومنت کردن و بیچاره چند طرف میدوند، این طرف اون طرف ترمینال هست که باید مردک چک سپرد که مثل گازپاشی نمیگن هم ترمینال قبول نمیکند، باید برای که نام و فامیلیش مقصد زاده است او چیزی ندارد. بینو به اطلاع رسمی در سه ماه اخیر در کشور حدود 13 هزار نفر برای تغییر نام و نسب به اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه کردند. اکثریت آنهایی هستند که نام و نسبشان به شکل تاجیکی و دو ترکیبه بوده، ضمن گرفتن شناسنامه با مشکل مواجه شدند. هنگام شناسنامه گیری میرند شعبه من به قید گیری شناسنامه دهی، در اونجا میگن که شما نسب ندارید، روید نسبتون مونده بیایید. سال 2007 امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از نسب خود پسوندهای روسی را حذف کرد و زیر تاثیر آن در تاجیکستان تبدیل نسبها به تاجیکی رسمی شد. مردم دست جمعانه نسب های خود را که پسوند های روسی اوویف داشتند با زوده و یونوپور ایواز میکردند. قانون در برای ثبت اسناد حالت شهروندی سال 2006 قبول و باری آخر سال 2016 اصلاح شد که بر اساس آن ترتیب گذاشتن نام و نسب شخص طبق فرهنگ و انعنه های ملی تطبیق میشود.